سوال چهارم این است: واقعیت غیرقابل انکار این است که بخشی از جامعه ایران که بعضاً از گروه های مذهبی هم هستند طرفدار حکومت فعلی ایران می باشند و حتی به خاطر توجیهات ایدولوژیک آماده جانفشانی نیز می باشند. برای برخورد یا کنترل این طیف چه برنامه ای دارید؟ خب دوستان، طبیعی است در تمام نظام های توتالیتر بودن بخشی از جامعه که به هر دلیلی منافع شخصی یا ترس از اینکه در آینده چه بلایی به سرشون بیاد یا صرفاً به خاطر یک اعتقاد راسخ و تمامیت‌خواه ایدولوژیک خودشون پشتیبان و مدافع سرسخت اون نظام‌ها بودن. در شوروی کمونیستش این رو دیدیم، حتی در افریقای جنوبیش دیدیم که یه عده متعصبانه مخالف برابری نژادی بودن و طرفدار آپارتاید بودن. تو خیلی از این کشورها این رو دیدیم. ولی شما اگه امروز به روسیه نگاه بکنید، اگر شما امروز به افریقای جنوبی نگاه بکنید، میبینید که اون حد اقل‌های طرفدار اون نظام‌ها به هر حال در قالب کشوری که الان به شکل جدیدی مدیریت میشه جای خودشون رو به هر حال پیدا کردن و نه حبس شدن و نه سرکوب شدن. چرا؟ برای که مقدار زیادی از خواسته هایی که به هر حال به عنوان یک انسان دارند در یک نظام های باز و قانونمند خیلی بیشتر به دست میاد تا در یک حکومت های توتالیتر. چون شما فرقش این هستش که در یک جامعه آزاد با یک آرامش فکری، با یک احساس امنیت واقعی راه به آینده میگذارید، ولی کسانی که معتقد به نظام های توتالیتر دیکتاتوری هستند و در اصل رفقای اون دیکتاتور هستند، یک شب نمیتونن با خیال راحت و آسوده بخوابن. هر آن باید نگران این باشن که فردا کی از من انتقام خواهد گرفت، دائم باید نگران این باشن که فرداشون چی خواهد شد، وجدانشون در اصل راحت نیست. پس باز تاکید میکنم، یک نظام آزاد، یک نظام دموکراتیک، یک نظامی که امنیت و ثبات آزادی هر شخصی رو فراهم میکنه نمیتونه تهدیدآمیز و خطری برای خیلی ها باشه. تفاوت اینجاست که منفعت برای همه است، نه فقط برای یک دسته خاصی، و در اون آینده خودی و ناخودی در کار نیست، همه در کار هستند و قانون نهایتا حکومت میکنه و کسی که قانون رو زیر پا میذاره بایستی مجازات عمل کرده غیرقانونیش رو بده و این یک مسئله کاملا مشخصی است در هر کشوری که دادگستری قوی و مستقل میتونه رسیدگی بکنه به هر نوع عدم رعایت قانون توسط هر کسی، از بالاترین رتبه های مملکت بگیرید تا پایین ترین لول ممکن.